آینده ایران در دستان شماست. انگیزه شکلگیری نهاد مردمی از سوی بخشی از کنشگران سیاسی در درون و برون از ایران فرایندی است برخاست از خروش ملی و جنبش سبز آزادی خواهی مردم میهنمان بر ضد حکومتگران و نظام بیدادگری که در 31 سال گذشته با سرکوب و زیر پاگذاری حقوق مدنی و ملی ایرانیان موجودیت اشغالگر، ویرانگر و بیگانه خود را بر ملت ایران تحمیل کرده است. این نهاد با بررسی علل شکست ها و ناکامی های مبارزاتی مخالفین جمهوری اسلامی در 3 دهه گذشته با بهره گیری از سیستم های تکنولوژی نوین رسانه‌ای، کامپیوتری و اینترنت به دور از هر گونه پیش داوری های فرقه‌ای ایدئولوژیک و نفاق آفرین، شخصیت ها، احزاب، گروه ها و کنشگران سیاسی آزادی خواه و ضد رژیم را برای پشتیبانی از جنبش گسترده مردم ایران به گرد هم فرا می خواند تا به کمک یکدیگر این حلقه های از هم گسیخته را به هم پیوند داده تا بتوانیم با سازماندهی تشکل ها و نیروهای سیاسی همپا و پیوسته به این دوران سیاه تاریخ میهنمان پایان دهیم. با درود خدمت همه هموطنان عزیزم در سراسر جهان، ایمان فروتن هستم از نهاد مردمی. امروز روز چهارشنبه 25 آبان 1390 برابر با 16 نوامبر 2011. خیلی خوشحالم که بار دیگر در خدمت شما عزیزان هستم، به خصوص عزیزان در بند ما در داخل کشور. امروز برای اطلاع شما، منصور عزیز یک کار خانوادگی داشت که نتونست بیاد و دو نفر از کارمندای شرکت ما، آقایان تراویس و جوزف، اینجا هستن که دارن برنامه رو کارگردانی میکنن. خوبم تمرین کردن دوتایی که خراب نشه. امیدواریم که برنامه به خوبی پیش بره. البته کلی تمرین و آزمایش از منصور گرفتن. در برنامه امروز چند مورد مهم رو میخوام در رابطه باش صحبت بکنم. در وهله اول میبینید که هرچه سریعتر به نظر میاد که ما داریم به اون نقطه‌ای که همگی سالها مردم ایران بیش از 30 سال و بسیاری از ما که خارج از کشور هستیم سالهای سال هست که به امید اون داریم زحمت میکشیم و کار میکنیم و امید داریم، داریم به اون نقطه میرسیم و اون نقطه فروپاشی و از بین رفتن ولایت فقیه و جمهوری اسلامی در داخل کشور هست. علامت ها و نشانه های مختلفی رو از جاهای مختلف میبینیم. بعضی هاش 100% معلوم مشخص شاید امروز نباشه که چقدر میتونن کمک بکنن برای آزادی ایران و رهایی کشور از چنگال این آخوندها و آدمکشان، ولی مسلماً در آینده بسیار زود، در روزها، هفته‌ها، ماه‌ها و 100% سال‌های آینده خواهیم دید که این برنامه‌ها چگونه انجام شد، کی پشت سرش بود، مردم ایران بودن، کمک‌های خارجی بود و یا مسائل بین‌المللی که کدومش بیشتر احیاناً کمک کرد به فروپاشی این رژیم. و مسلماً مبارزات عزیزان ما در داخل کشور، تمام عزیزانی که الان در سلول‌های انفرادی هستند، تمام کسانی که شکنجه دیدن، در زندان رفتن، اعدام شدن، کشته شدن، اپوزیسیون خارج از کشور، اپوزیسیون صادق
که سالهای سال شبان روز در این راه زحمت میکشن، همه و همه دست به دست هم خواهم داد تا به زودی زود این رژیم صفاک از اون بالا در یک سطل آشغال تاریخ خواهد افتاد. این حوادث اخیر که بسیار مهم هست در چند روز گذشته اتفاق افتاده، یکیش انفجاری است که در این پادگان کرج شنبه گذشته اتفاق افتاد. همونجوری که میدونین ظاهراً 17 نفر، اول گفتن 27 تا، بعد گفتن فکسش خط کسی نوشته بود خوب نبود، 17 نفر کشته شدن، از جمله شخصی به نام خود سپاه. خود تلویزیون ایران میگه سرلشکر حسن مقدم که ظاهراً کسی بوده که مسئول این موشک هایی بوده که میتونن استفاده بشن برای حمله های اتمی، بمب اتمی و سلاح های اتمی به جاهای دیگر. ایشون هم در اونجا کشته شدن. حالا خود جمهوری اسلامی میگه که تقصیر ما بود و نمیدونم خراب کردیم و اشتباه کار کردن و انفجاری پیش اومد. حالا مشخص خواهد شد در آینده واقعا آیا از داخل خود رژیم بوده، آیا با کمک خارجی ها بوده، آیا واقعا اشتباه بوده، ولی مسلم این است که هر روز ضربه‌ای به بدنه این رژیم داره وارد میشه. یادتون نره که این دومین کشته شدن شخص مهمی است در رابطه با مسائل موشکی جمهوری اسلامی در سال 2001. در جولای 2001 یک شخصی به نام سرهنگ علی محمود میمند در اخبار بود که ایشون اون زمان کسی بودن که تمام مسائل موشکی جمهوری اسلامی زیر دست ایشون بود، ایشون رو تو منزلشون پیدا کردن مرده بود. 2001، الان 2011 این حسن مقدم در این انفجار کشته شده و در هفته‌ها و ماه‌های گذشته هم دیدیم که اتفاقات عجیبی افتاده و بعضی از این مسئولین پروژه ها و فیزیسیست ها اونا نیز یا به قتل رسیدن در ملأ عام و یا به نحوی گم شدن. مسئله دوم که بسیار بسیار فکر می‌کنم مهم هست و تمام تحلیلگران سیاسی در سراسر جهان، ایرانی و غیر ایرانی، دارن به اون اشاره می‌کنن، مسئله سوریه هست. الان از این کشورهایی که مانند جمهوری اسلامی مخالف آزادی و دموکراسی هستند و فکر میکنن با کشتن مردم خودشون میتونن روی پای خودشون بایستن، دیگه مهمترینش که مونده فقط همین سوریه هست. دیروز در اخبار اومد که 90 نفر از مردم خودشون رو 90 نفر کشته شدن. جالب این بود که دیروز از این 90 نفر برای اولین بار گفتن بیشتر سربازهای خود دولت سوریه و آقای اسد کشته شدن توسط سربازها و نظامیانی که بر علیه رژیم پا شدن. یک خبری که دیروز اومده بود میگفت که 25,000 از سربازهای رژیم اومدن و یک گروه نظامی تشکیل دادن بر علیه رژیم آقای بشار اسد که هرچه زودتر با شروع کنن با خود رژیم و نظامیان اون روبرو شدن. خانم فائزه الان چند دقیقه پیش گفتن که خبر دیگری داشتن که ظاهراً در یکی از دفترهای فکر می‌کنم نیروی هوایی در داخل کشور در سوریه حمله ای شده و شاید اولین حمله ای باشه که در داخل کشور سوریه بر علیه خود ساختار رژیم، ساختار نظامی رژیم انجام شده. چند روز پیش دیدی که دولت‌های عربی اومدن و کشور سوریه رو بیرون کردن از جمع خودشون. کینگ عبدالله پادشاه اردن، ایشون اومدن و مثل اینکه رسما خواستار رفتن آقای اسد شدن. فرانسه یکی از بهترین پارتنرها و بهترین و مهمترین یاران دولت سوریه در سالهای گذشته بوده. دولت فرانسه سفیر خودش رو مثل اینکه دیروز یا پریروز همین در 48 ساعت گذشته از سوریه آورد، به بیرون آورد. یعنی الان تمام فشارها در وهله اول به نظر میاد که روی کشور سوریه هست. وقتی که سوریه بیفته بعد از تونس و مصر و لیبی، وقتی که سوریه و بشار اسد بیفتن، جمهوری اسلامی عجیب
به انزوا میفته، برای اینکه واقعا دیگه به غیر از چند تا از این کشورهای آفریقایی که یه غذا هم ندارن بخورن کسی دیگه نمیمونه مگر این حماس و حزب الله، که اونا خودشون اسلحه و پولشون رو از ایران و سوریه میگرفتن. پس اونها هم بسیار ضعیف خواهند شد و ایران الان میبینیم که از چند جهت زیر فشار هست. هفته آینده، در چند روز آینده، کشور عربستان سعودی در مجمع عمومی سازمان ملل یک اعلامیه‌ای رو میاره و یک بیل رو، لایحه‌ای رو میاره به مجمع عمومی در رابطه با محکوم کردن ایران، در رابطه با اون کار تروریستی که میخواستن در واشنگتن بکنن دولت جمهوری اسلامی و سفیر عربستان سعودی در آمریکا ترور کنن و بکشن. همچنین این پنجشنبه جلسه دیگری خواهد بود در اروپا. کشورهای اروپایی و آمریکا دارن تصمیم گیری میکنن که قدم بعدی چه خواهد بود. فعلا در رابطه با تحریم ها و ظاهرا تصمیم گیری رو برای روز اول دسامبر عقب انداختن که فقط دو هفته دیگر هست. جالب این که سازمان انرژی اتمی اومده و یک جلسه رو پیشنهاد کرده، جلسه فقط گفت و شنود بین کشورهای عربی و اسرائیل، و ایران هم دعوت کرده که در رابطه با مسائل اتمی در منطقه بنشینن و یک گفت و شنودی داشته باشن. کشورهای عربی قبول کردن، اسرائیل قبول کرده، ایران هنوز جوابی نداده. و بنابراین و در ضمن میدونید که در کشورهای مختلف، حداقل در مقالاتی که میخونیم این بر اون ور و مقاماتی که نامشون اکثرا گفته نمیشه در کشورهای مختلف، به هر صورت صحبت از حمله نظامی به ایران شروع شده. حالا درست یا غلط چون نمیدونیم، بعضی وقتا این صحبت ها پروپاگاندا هست که بخوان که یک صحبتی رو در میان رسانه و مردم را بیندازن، ببینن که عکس العمل مردم و رژیم های مختلف، حکومت های مختلف چه هست. ولی 100% چند تا خبر موثق از انگلیس و آلمان و آمریکا بوده که این برنامه ریزی ها داره با سرعت بیشتری انجام میشه و گفتگوها با سرعت بیشتری. هفته پیش احتمالاً یادتون هست کشور آمریکا تعداد زیادی از این موشک ها و بمب های مخصوص که میتونه تا مثل اینکه دیوارهای 25 یا 30 فوت تقریبا میشه 10 متر ضخامت این دیوارهای سیمانی باشه، این بمب ها میتونه بزنه از داخلش بره. به اینا میگن بانکر باستر بامز. از اینا به کشور امارات متحده عرب داد، اونا که اصلا نه موشک دارن و نه وسایل و ابزارشو دارن، هواپیماشو دارن که از اون بمب استفاده بکنن. ولی وقتی اون بمب ها اونجا رفته، بعید نیست که برای آمادگی هست که کشور دیگری از اونها استفاده بکنه. و اینها نشان دهنده این است که دنیا جدی و جدیتر شده در رابطه با ایران، به خصوص بعد از این گزارش آخری که از طرف آژانس بین‌المللی اتمی سازمان ملل اومده. ولی برای ایران و ایرانی حمله نظامی خبر خوبی نیست. نهاد مردمی، اکثر اپوزیسیون خارجی از کشور، اکثر مردم ایران با وجود تنفری که از این رژیم ولایت فقیه دارند، نمیخواهند که مورد حمله نظامی قرار بگیرند. با وجودی که این حمله های نظامی به احتمال زیاد بر روی پادگان ها و مراکز اتمی ایران خواهد بود، ولی به هر صورت 100% افراد بیگناه در آن کشته خواهند شد. و این همه پولی هم که از ثروت ایران استفاده شد برای ساختن این مراکز اتمی، که اگر دست یک حکومت درست و دموکرات و مردم سالار باشه، می شود از اون استفاده کرد به نفع مردم ایران، نه برای ساختن بمب و کشتن مردم دنیا، بلکه برای مقاصد صلح‌آمیز، چقدر بد خواهد بود. و نمی خواهیم اینجوری باشه که بمب بزنن و این مراکز از بین بره و این همه پول مردم ایران از بین بره و دوباره اگر بخوان این رو از نو بخوام بسازن. پس در نهایت باید ببینیم که الان میبینیم که این تمام این اخبار مختلفی که خدمتون گفتم داره به اون صورت پیش میره.
بسیاری از این کارهایی که داره انجام میشه در کنترل اپوزیسیون خارج از کشور، من و شما و مردم ایران نیست. اینها تصمیماتی هست که داره گرفته میشه در جاهای مختلف به خاطر کارهایی که جمهوری اسلامی و ولایت فقیه کرده، مسلماً دودش هم تو چشم مردم ایران خواهد رفت، ولی ما حداقل باید بدونیم که ما چه میتونیم بکنیم. در نهاد مردمی، طرح کلان نهاد مردمی و کارهایی رو که از اول ما بهش اشاره کردیم در رابطه با این بوده که چون هر چه زودتر و سریعتر ما داریم به اون نقطه عطف میرسیم که فروپاشی جمهوری اسلامی هست، چند کار هست که باید به موازای هم هر چه زودتر انجام بگیره و نهاد مردمی داره سعی خودش رو میکنه با همکاری با ساختارهای دیگر اپوزیسیون، ولی از همه مهمتر با پشتیبانی از مردم ایران بتونه که این چهار نقطه رو هر چه زودتر انجام بده. یکی این هستش که طرحهایی باشه، برنامه ریزی باشه که از ایده ها و افکار مردم داخل کشور باشه با کمک اونایی که در خارج هستن برای دوران گذار. دوران گذار یعنی اون ساعتی که اون روزی که رژیم جمهوری اسلامی افتاد و فروپاشید و خامنه ای و احمدی نژاد و رفسنجانی و خاتمی و دونه دونه تمام کسانی که شما اسمشون رو بهتر از من میدونید یا در رفتن یا به زندان رفتن یا ریششون رو گرفتن گوشه خیابون، حالا هر بلایی سرشون آوردن، کشور به هرج و مرج نیفته. برنامه ای باشه که حداقل مقداری از اون برنامه بشه انجام بشه در رابطه با امنیت کشور، در رابطه با کنترل کشور، در رابطه با مرزهای کشور، در رابطه با چگونگی اینکه این سفارتخانه های ایران در کشورهای مختلف کی بره اونجا بنشینه، کی نماینده باشه، چه دولت موقتی احیانا باشه، چگونه احزاب و سازمان ها بتونن در این دوران گذار با هم کار بکنن، چه کسانی در سازمان ملل نمایندگی ایران جدید آزاد رو بکنن. اینها حداقل هایی است که در میشود روش برنامه ریزی کرد در وزارتخانه‌های داخل کشور، چه کسانی در کار رو به دست بگیرن، چه قوانینی همون روزهای اول از بین بره که تا زمانی که بتونیم به اون انتخابات آزاد بعد از چند ماه یا یک سال خورده‌ای برسیم. پس برنامه ریزی برای شورای دوران گذار یکی از مهمترین چیزها هست، برای اینکه کمک خواهد کرد به مردم ایران نیست که وقتی موقع شد و وقتی که خواستن به بیرون بیان و این رژیم رو کمک کنن که به سطح آشغال بیاندازن، بدونن برای چی این کار دارن میکنن، برای چی دارن این کار میکنن، چه نوع حکومتی، چه نوع قانون اساسی، چه نوع قوانینی رو دارن براش میجنگن، احتمالاً کشته بشن، شلاق بکنن و یا بخورن و یا به زندان برن. دوم این که مردم باید با یک همبستگی هرچه بیشتری در داخل کشور با کمک اپوزیسیون خارج از کشور هماهنگی داشته باشند برای تظاهرات، برای اعتصابات، برای هر گونه مبارزاتی که در داخل کشور میتونن انجام بدن، چه مبارزات کوچک برق‌آسا، چه مبارزات بزرگ جمعی در شهرهای مختلف، در شهرهای بزرگ و غیره. این هماهنگی باید انجام بشه، مبارزات مدنی. و بار دیگر بگم، مبارزات مدنی به این معنی نیست که خشونت درش نخواهد بود. مبارزات مدنی یعنی که مردم ایران به خاطر فرهنگی که دارن، روحیه‌ای که دارن، سرجویی که دارن، نمیان و اول بخوان حمله بکنن و به کسی با خشونت روبرو بشن، ولی اگه دست کسی روشون بلند بشه چنان از خودشون دفاع بکنن که اون شخص و اشخاص واقعا پشیمون بشن که این کارو کردن. مورد سوم این است که هر چه زودتر در خارج از کشور، حالا که ما می توانیم در اپوزیسیون در خارج از کشور صدامون رو به جهانیان برسونیم، بیاییم و بلندگو و صدای مردم ایران باشیم و از اشخاص و افراد و سازمان هایی که در بین جامعه ایرانی در داخل و خارج از کشور محبوبیتی دارن یا یک مخاطب هایی دارن بخواهیم که در یک جایی به نام برای مثال شورای همبستگی و یا کنگره همبستگی، حالا حد اکثر کنگره ملی که خب شخص من به اون واژه ملی به اون صورت علاقه ای ندارم، برای اینکه واژه ملی واژه‌ای است بسیار مقدس و بزرگ و به همین سادگی نمیشه روی واژه ملی رو هرچی گذاشت، بیایم و به یک طریقی از طریق انتخابات آزاد که نهاد مردمی این سیستمش رو در اختیار داره، گروهی رو مردم پیشنهاد بکنن و انتخاب بشوند به عنوان این کنگره همبستگی
نه اینکه بیاد از روز اول بگه من میخوام ایران آزاد بکنم، بلکه بیان یک رهبری معنوی و یک پشتیبانی معنوی و یک پشتیبانی برای کارهایی که اپوزیسیون ائتلاف گرفته میخواد انجام بده، در قدم اول اون رو انجام بدن. اون موقع است که اشکالی نداره که افراد مختلف، چه یک بازرگان، چه یک کسی که مردم دوستش دارن به خاطر اینکه تو برنامه تلویزیونی صحبت میکنه، یکی نویسنده خط خوب مینویسه، خوب شعر میگه، خوب موزیک میخونه، این افراد لزوما سیاستمدار نیستن، بلکه مخاطبهایی دارن که اگر این عزیزان دور هم جمع بشون، اون موقع برای اولین بار آمدیم ما و تعریف کنگره ملی یا کنگره همبستگی رو عوض کردیم. نهاد مردمی اولین سازمانی هست که به این صورت تا اونجایی که من اومدم اومده و این تعریف رو کرده. تا کنون تعریف کنگره ملی یا شورای همبستگی این بوده که یک سری افرادی بیان، برای مثال شاهزاده رضا پهلوی و آقای اکس و خانم اکس و اینا دور هم جمع بشن، 8 نفر، 10 نفر، 15 نفر، 20 نفر و بیان بگن آقا ما می‌خوایم رهبری کنیم آزادی ایران رو. خب تا الان نشده، بسیاری دلایلی هم هست که نشده. امیدواریم که همچی چیزی بشه و مردم هم قبولش داشته باشن، ولی تا وقتی که نشده ما نمیتونیم دست روی دست بگذاریم و بگیم حالا امیدواریم که بشود. باید حرکتی کرد و نهاد مردمی به نظر من به درستی و با ذکاوت کامل و با بررسی آمد و تعریف این شورا و این کنگره را عوض کرد. به جایی که بگوید کنگره‌ای درست کنیم، کنگره ملی که بیاید رهبری اپوزیسیون به عهده بگیره که همه از مجاهد و غیر زیر این با هم کار بکنن، حداقل گفت قدم اول بیاد رهبریت معنوی رو بگیره. رهبریت معنوی یعنی چی؟ یعنی پشتیبانی بکنه از گروه‌ها و سازمان‌هایی که با پروژه‌های مخصوص دارن میان و کار می‌کنن. و پیشنهادی داره نهاد مردمی انجام داده و الان داره صحبت می‌کنه با سازمان‌های مختلف به نام شورای ائتلاف. این همه ما سازمان و گروه داریم، این سازمان‌ها و گروه‌ها باید به یه دردی بخورن. یا یک پروژه‌ای دارن برای انجام، یا نیروهایی دارن برای انجام پروژه‌های خودشون یا پروژه‌های دیگر. به هر صورت بیان جلو یک جایی بنشینن، برای مثال از هر گروهی 2 نفر 3 نفر جمع بشن، پروژه هاشونو بیارن، این گروه شورای ائتلاف در پیشگاه مردم بیاد پروژه هاشو بگه، رای گیری بکنه و از توی اون گروهی تشکیل بشه که این پروژه ها رو ببره جلو. اون موقع است که اون کنگره ملی یا شورای همبستگی که رهبریت معنوی رو داره میتونه بگه آی مردم این پروژه ها رو نگاه کنید، اینا چیزای خوبیه، پشتیبانی بکنید، همکاری بکنید. و کم کم وقتی به جایی رسید که میتونه خیلی سریع در عرض چند ماه این انجام بشه اگر نه زودتر، وقتی مردم ببینن که یک شورایی هستش که داره رهبریت معنوی رو به عهده گرفته و یک گروهایی هستن دارن واقعا با پروژه کار میکنن و این شورا داره رهبریت معنوی و پشتیبانی درست رو از این گروها میکنه، بعید نیست که با تلفیقی از این کسانی که در این پروژه عملی هستن و قدرت مدیریت و قدرت اجرای پروژه رو دارن و شایستگیشو دارن، تلفیقی بشود از آنها و کسان دیگری که وجههشون وجههی بین‌المللیه، مردم اونها رو دوست دارن، محبوبیت دارن، به صداقت و وطن پرستیشون شکی نیست و از اون تلفیقی بکشه شاید برسه به اون کنگره ملی که شاید سالها ما به دنبالش بودیم. این راهی که من خدمتتون عرض میکنم این راه شدنی است. این راه راهی نیست که بگیم حالا رو هوا فکر کنیم کی رو دعوت کنیم، مگه نشد؟ این همه سالها این کارها خواسته انجام بشه ولی نشده، ولی پیشنهادی که نهاد مردمی کرده 100% شدنی است. و نکته چهارم از طرح 4 نکته‌ای نهاد مردمی در رابطه با این است که ما به دنیا باید بگوییم که چه خبره. به دنیا باید بگوییم که گروه‌ها و سازمانی هستن در جاهای مختلف و از جمله در نهاد مردمی که مردم در اون هستن، تنها جایی که با صدا، با ایمیل، با اسم حقیقی شما میتونید این مردم رو ببینید، لمس کنید، صداشون رو بشنوید، حرفاشون رو بشنوید، به دنیا بگیم که اپوزیسیون خارج از کشور خودش داره کار خودش رو انجام میده، داره یک شورای دوران گذار تشکیل داده، روشنما و طرح برای از فردای روز فروپاشی داره تا روز انتخابات آزاد، برنامه‌های مبارزات و نافرمانی مدنی داره، یک کنگره همبستگی برای پشتیبانی و رهبری معنوی این حرکت داره که نمایندگانی از داخل کشور نیز در اون شورا 100% باید باشند و خواهند بود و همچنین کارهای پابلیک ریلیشن و کامیونیکیشن و آگاهی رسانی داره انجام میده. اجازه بدید که یک تنفسی بگیریم. We're going to show the financial donations ad و بعد از اینکه این تبلیغ آگهی رو دیدیم برگردیم و
یک سری امروز به کارهای سازمانی نهاد مردمی برسیم. کارمانی که در راستای این چهار هدف هست. یعنی به جایی که ما فقط بیایم بنشینیم و حرف بزنیم و عقیده بگیم که حالا اینجوری یا اونجوری، می‌خوایم که برای شما بیایم بگیم ما چه کردیم. هیئت امنای نهاد مردمی در طول 10 روز گذشته بیش از فکر کنم 10 12 14 ساعت جلسه داشت که حداقل 7 8 9 نفر در اون بودن. وقتی تعداد ساعت‌ها رو جمع بزنید می‌بینید که 200 ساعت شاید کار بوده، به خاطر اینکه بتونیم نهاد مردمی رو هرچه سریع‌تر و بهتر برسونیم به اون نقطه‌ای که این برنامه‌ای که خدمتتون عرض کردم بهتر اجرا بشه. این آگهی رو با هم نگاه می‌کنیم، برمیگردیم و من مروری خواهم کرد برای این تغییراتی که به آیین‌نامه نهاد مردمی داده شده و شما عزیزان شخصیت‌های حقیقی در چه روزهای آینده از شما درخواست خواهد شد که به این رأی بدید و بعد با رأی خودتون خواهید دید که چگونه باز می‌کنید در رو برای رأی گرفتن و انتخاب شدن بیش از 3000 پشتیبانان مستعار نهاد مردمی، کاری که تاکنون فکر نمی‌کنم در هیچ جای جهان حداقل در اپوزیسیون خارج از کشور انجام شده باشه. Let's watch this video right now and be right back. هموطن عزیز، برای ثبت نام و پشتیبانی از یکی از بزرگترین سازمان‌های مخالف حاکمیت اسلامی که هدف آن حمایت از جنبش آزادی خواهانه مردم ایران برای حذف و نابودی کلیت حاکمیت جمهوری اسلامی و برقراری دموکراسی و حقوق بشر در سرزمینمان میباشد، به تارنمای نهاد مردمی www.nahadmardomi.com مراجعه کنید و به صورت پرداخت اینترنتی به وسیله کارت‌های اعتباری و همچنین پیپل این سازمان را که در ایالات متحده به ثبت رسیده است همیاری و پشتیبانی کنید. شماره حساب نهاد مردمی برای همیاری در داخل و خارج از ایالات متحده، ویلز فارگو بانک، دارنده حساب دنیو ایران، شماره حساب 33-94-94-15-57، راتینگ حساب برای پرداخت از خارج ایالات متحده WFBIUS6S، راتینگ حساب برای پرداخت در داخل ایالات متحده 121-30-248. ما میبایست به زودی به یک سازمان منسجم و در خور احترام مجامع بین المللی تبدیل شویم. هموطن عزیز، پشتیبان نهاد مردمی تنها شما هستید. ما زنده برانیم که آرام نگیریم، موجی که آسودگی ما عدم است. خواهشمند است جهت اعلام همیاری خود با این شماره تماس بگیرید. با درود مجدد خدمت شما عزیزان. Let's see the screen on the computer screen on TV please. هموطن عزیز توجه فرمایید که در سایت نهاد مردمی در این قسمت همیاری‌های مالی وقتی کلیک بکنید در صفحه بعد شما می توانید از طریق کردیت کارت و یا پیپل پشتیبانی کنید. بودجه که تاکنون نیاز بوده 180,000 دلار، متاسفانه میزان همیاری فقط 32,538.80 دلار بوده. هنوز 147,000 دلار مورد نیاز هست، فقط برای این ماه دیگر بیشتر میشه. ولی میبینید که چگونه بر اساس اصل شفافیت نهاد مردمی تمام پشتیبانی هایی که مالی که شده به دقت اینجا نشون داده شده. برای مثال در روزهای گذشته توجه بفرمایید در تاریخ 3 نوامبر شخصی با نام محفوظ 10 دلار پشتیبانی کرد، 4 نوامبر شخص دیگری با نام محفوظ 200 دلار پشتیبانی کرد، 13 هم باز نام محفوظ 100 دلار
15 نوامبر نام امام محفوظ 50 دلار، 15 نوامبر دو سه روز پیش که یعنی بعد دیروز پرویز آیدی پرویز 30 دلار، همون دیروز شخص دیگری با آیدی SCCS 2001 دلار، 1 دلار پشتیبانی کردن. نام محفوظ دیگری امروز 100 دلار پشتیبانی کردن. برای این شما چه بخواید نامتون باشد چه بخواید نامتون نباشد، میتونید که از این طریق پشتیبانی خودتون رو به نهاد مردمی اعلام بفرمایید. این کارها خرج داره و 100% شما اونهایی که در خارج از کشور هستند حتی با پشتیبانی و همیاری 1 دلار میتونید که نشون بدید که حضور دارید و این کار رو انجام بدید. اگر کردیت کارت ندارید میتونید با تلفن همیاری که الان زیر صفحه تلویزیون هست 201-636-442-4200 تماس بگیرید. آقایان ابراهیم گنجی، پرویز عددی زده اونجا هستن که با شما کمک بکنن. در صفحه اول نهاد مردمی توجه داشته باشید که به دلیل برنامه هایی که ما در چند هفته گذشته روزهای جمعه داشتیم و ادامه خواهیم داد و این جمعه نیز برنامه بسیار بسیار مهمی که در رابطه با یکی از اصول پنجگانه نهاد مردمی هست با شما صحبت خواهیم کرد و اون جدایی دین از حکومت هست، ما این جایگاهی خواهیم بود برای شنیدن صدای شما عزیزان به خصوص از داخل کشور. دو هفته پیش ما به شما قول دادیم که صدای شما رو که پیام هایی که به خانم کلینتون داده بودید فول سکرین آن می میتونیم که اینا رو ما ترجمه خواهیم کرد و میفرستیم به وزارت امور خارجه آمریکا. این کار تقریبا تموم شده و امروز یا فردا اون نامه میره بیرون. به این طریق انجام شد که فایل ویدیو اون روز صداش رو فرستادیم به یکی از عزیزان کشور در داخل کشور. این شخص اومدن و اون کامنت ها و پیام هایی که شما داده بودیدن به فارسی تایپ کردن فرستادن به ما. پیام های تایپ شده فارسی فرستاده شد به یک عضو دیگری از نهاد مردمی، پشتیبان دیگری در داخل کشور، ترجمه شد فارسی به انگلیسی، برگشت به آمریکا. نامه ای که بعد به خانم کلینتون بره تهیه شد توسط دکتر بیژن کریمی و امروز یا فردا اون نامه به همراه ویدیو کلیپی که شما در اون صحبت کرده بودی دو هفته گذشته و پیام هایی که شما با نام خودتون به خانم کلینتون داده بودید رو ما برای نهاد مردمی برای وزارت امور خارجه آمریکا میفرسته. بنابراین این جمعه یادتون نره که برنامه مهمی داریم. در ضمن دو هفته پیش بود که ما گفتیم ببینیم ما چقدر سریع میتونیم برسیم به رقم 5000 نفر عضو. روزی که این کار رو شروع کردیم 3317 نفر مثل این که در نهاد عضو بودن. در طول همین 10 روز و 2 هفته گذشته show my screen please and full screen on computer. اینجا توجه فرمایید که 3690 نفر، یعنی بیش حدود 400 نفر فقط در یکی دو هفته گذشته به تعداد اعضا اضافه شدن. اکثر آنها از داخل کشور هستند و با صدا پشتیبانی کردن و بسیاری دیگر نیز از طریق اینترنت. امیدواریم که یعنی ما به زودی میرسیم از مرز 3700 رد میشیم. فکر کنم تا یه هفته دیگه به 4000 برسیم و سریع باید به مرز 5000 برسیم. وظیفه تک تک شما عزیزان این استش که بتونید که بروید و به اشخاص دیگر بگید که سپلیت سکرین که بیان و از نهاد مردمی پشتیبانی کنن، حداقلش اینه بخونن ببینن ما کی هستیم چی هستیم شما به کجا پیوستید و پشتیبانی بکنن. خب در راستای کارهایی که باید انجام بشه و نهاد مردمی همونجوری گفتم میخواهد که این طرح کلان رو 4 نکتهش رو با کمک هموطنان و سازمان‌های مختلف، چه آنهایی که در داخل نهاد پشتیبانی از نهاد پشتیبانی کردن می‌کنن و یا نمی‌کنن پیش ببره. ولی از اول گفتیم که نهاد مردمی منتظر نخواهد شد که حالا جلساتی بیاید و این حرفا، تا اونجایی که بشود صبر کرد و انتظار داشت و با حسن نیت رفت و جلو کار کرد انجام خواهیم داد. سابقه افرادی که در اینجا هستن نشون میده کارنامه‌شون که همیشه برای آزادی ایران هر جایی که لازم بوده رفتن نشستن، ولی الان دیگه موقع ثبت کردن و دست روی دست گذاشتن نیست. بنابراین در راستای اون کارهایی که باید انجام بدیم در سایت نهاد مردمی در قسمت ساختار اگر تشریف ببرید و در قسمت هیئت امنا
کلیک بکنید که اینجا عکس اعضا رو میبینید، در بخش جلسات اگر کلیک بکنید در اون قسمت بالا نوشته دستور جلسه 12 نوامبر هیئت امنا بررسی اصلاحیه آیین‌نامه مصوب نهاد، اون رو که کلیک بکنید یک فایل پی دی افی مانند این باز خواهد شد که این فایل پی دی اف پیشنهاداتی بود که در گروه ساختار و آیین‌نامه نهاد مردمی بعد از ساعت‌ها زحمت به مدیریت آقای جاوید آزادی شخصیت مستعار مسئول گروه آیین‌نامه و ساختار ساعت‌ها با اعضای این گروه بررسی شد، پیشنهاداتی نوشته شد، به تصویب گروه آیین‌نامه رسید و به هیئت امنا فرستاده شد برای بررسی و رأی‌گیری. در روزهای آینده اگر هنوز این صداهای جلسه نباشه، امروز و فردا گذاشته خواهد شد. همونجوری گفتم سه جلسه، هر کدوم یه 4 ساعت، یه 4 ساعت، یه 2 ساعت، یعنی حدود 10 ساعت جلسه بود که اعضای هیئت امنا اونجا بودن و ماده به ماده این موارد پیشنهادی رو بررسی کردن. من سریع میرم و این نکات مهم رو خدمت شما، نکات مهم این تغییرات رو خدمتتون عرض می‌کنم و دلایلش رو و نتایجش که هیئت امنا به اتفاق آرا تصویب کردن، ولی این پیشنهادات مصوبه هیئت امنا به اجرا نمیتونه گذاشته بشه مگر اینکه به رأی مردم، یعنی به رأی اعضای شخصیت حقیقی برسه و بعد از اون اینها میتونه قابل اجرا باشه. سری که اینجا البته نوشته شده متونی که به رنگ قرمز هست پیشنهاد شده از آیین‌نامه حذف بشه، یعنی لازم احیانا نیست. متونی که به رنگ آبی هست مطالبی هست که باید به پیشنهاد شده با آیین‌نامه اضافه بشه و اونایی که رنگ بنفش هست توضیحاتی بوده اگر لازم باشه. اینایی که در این قسمت اول هست شده مواردی بوده که ربط داشته به 4 دوره اول انتخابات کن، چون الان ما کلی انتخابات دو سه بار داشتیم دیگه لازم در آیین‌نامه نبوده. همونجوری گفتم خود شما میتونید برید و اینها رو بخونید و ببینید که چگونه، یعنی چه تغییراتی انجام شده و در رأی‌گیری هفته آینده هم متن اصلی رو خواهید دید. ولی اینجا موارد مهمی رو که می‌خواستم به سرتون برسونم در رابطه با این شورای دوران گذار نهاد مردمی است که یکی از مهمترین تصمیماتی بود که گرفته شد. شورای دوران گذار نهاد مردمی در وهله اول پیشنهاد شد توسط بعضی از هیئت امنا که لغت تدارکات هم بعد از شورا اضافه بشه، بشه شورای تدارکات دوران گذار نهاد مردمی، که تصویب شد. چرا؟ برای اینکه بعضی از اعضای هیئت امنا به خصوص دکتر آرام حسامی که در گروه های دیگه هم هستن میگفتن آقا این شورای دوران گذار بعضی گروه ها رو ناراحت میکنه، فکر میکنه نهاد مردمی تک و تنها میخواد بره این کارا رو بکنه. گفتیم خب این در حقیقت تدارکاته، ما داریم سعی میکنیم تدوین بکنیم روش نمایی برای روز بعد از روز فروپاشی. تصویب شد اسمش عوض بشه شورای تدارکات دوران گذار. ولی از همه مهمتر این متن است که اینجا اضافه شده: نمایندگان شورا با رأی مستقیم پشتیبان اعم از شخصیت حقیقی و یا مستعار انتخاب خواهند شد. یعنی این چیزی رو که مدت هاست ماه هاست عزیزان ما در داخل کشور خواستن و گفتن که شخصیت های مستعار باید حق رأی داشته باشن، در این ساختار، در این بخش نهاد مردمی که مربوط به آینده ایران، روز فردای ایران، شخصیت های مستعار هم میتونن عضو هیئت مدیره شورای دوران گذار بشن و هم میتونن که رأی بدن برای انتخاب آنها در به ترتیبی که الان خدمتتون عرض خواهم کرد. حالا مستعار فرق نمیکنه داخل کشور باشه و یا خارج از کشور باشه. دیگه از نکات مهمی که اینجا مهمه بهش راجبش صحبت بکنیم، ترکیب هیئت امنای نهاد مردمی است. برای هیئت امنا میدونید که از روز اول بر این اساس پیش بینی شده بود که حداکثر 11 عضو داشته باشه، به خاطر اینکه ما می‌خواستیم نهاد مردمی شفافیت داشته باشه، به خاطر اینکه می‌خواستیم مثل نشست‌های سال‌های گذشته این نباشه که همون روز اول پارسال که نهاد درست شد بگیم آقا یک هیئت امنای 10 نفره 11 نفره انتخاب بکنیم، بعد اینا تا 3 سال بشینن پادشاهی بکنن و حکومت بکنن این حرفا، یا 2 سال یا حتی 1 سال. پیشنهاد شد با چه دقت و تدبیری که هر 3 ماه به 3 ماه این انتخابات انجام بشه، مدت خدمت اعضای هیئت امنا 6 ماه باشه، ولی هر 3 ماه به 3 ماه انسان‌های جدید، اشخاصی که جدیداً راجع به نهاد آشنا شدن و می‌خوان کمک کنن، جایی براشون باشه بیان توی کار. و دیدیم که این کار چقدر با واقعاً به نظر من
عالی انجام شد. نگاه بکنید به اعضای هیئت امنایی که امروز داریم. بانو سهیلا نیک‌پور دو بار یا سه بار اومدن خودشون کاندیدا کردن، انتخاب نشدن، بار سوم انجام شدن. خانم میرحسینی، آقای آریا قجر، کسان دیگری که در این دوره‌های بعد اومدن، اینها همشون از روز اول لزوماً عضو نهاد نبودن، در رابطه با نهاد شنیدن، اومدن، یاد گرفتن، عضو شدن، پشتیبان شدن و گفتن می‌خوان خدمت بکنن. ولی وقتی که بعدم ما این جوری ترتیب داده شده بود که انتخابات اول 5 نفر باشن، بعد بشن 9 نفر، بعد بشن 11 نفر در انتخابات پشت‌سرم، چیزی که پیش بینی نشده بود و مثلا خود من یکی از کسانی بودم که پیش بینی نمی‌کردم، من روز اول فکر می‌کردم وقتی یک ساختاری به این شفافیت، به این صداقت، به این تکنولوژی پیش درست بشه، شخصیت‌های حقیقی، انسان‌هایی که نمی‌ترسن بیان اسم آدرسشون و اسم فامیلشون و عکسشون رو بزنن روی سایت، همینجوری صف می‌کشن میگن آقا ما در راه آزادی ایران می‌خوایم کمک کنیم. اشتباه می‌کردم بنده و دیدیم که نه، تا الان 140 50 نفر بیشتر نیومدن، یا نمیدونن که راجب نهاد که فکر نمی‌کنم واقعا این صحت داشته باشه، یک سال خورده یه برنامه‌های نهاد هست، یا علاقه ندارن، یا به هر دلیلی نمی‌خوان میرن ایران رو میان، یا نمی‌خوان اسمشون جایی باشه، حالا دلایلش مهم نیست، یا اصلا قبول ندارن یک هدف پنج اصل نهادو. ولی عزیزان ما در نهاد به ما چند بار گوشزد دادن و خود ما هم به اینو قبول کردیم، از جمله خود من، که یک سازمانی که 140 50 نفر شخصیت حقیقی داره، درست نیست که هیئت امناش 11 نفر باشه، زیاده. یکی این بود، یکی هم که می‌بینیم در جلسات مختلفی که نگاه بکنید شما، می‌بینیم که ما بر بسیاری مواقع نتونستیم اون حداقل لازم رو که 7 نفر هست داشته باشیم که جلسات رسمیت پیدا بکنه. وقتی 11 نفر عضو دارین، نمیشه با 3 نفر جلسه گذاشت و قوانین رو روش تصمیم گیری کرد. باید با آمریکایی‌ها بهش میگن کورم، باید یک حداقلی باشه که اون حداقل 7 نفر هست. نهاد مردمی یک سازمان داوطلبی است و در این جلساتی که از قبلم اعلام میشه، یکی مسافرت، یکی مریضه، یکی نمیدونم بعد نمیتونه بیاد، یکی اینترنتش خرابه، یکی تلفنش قطعه، بسیاری شده، ما 7 نفر نداشتیم. پس هیئت امنا تصمیم گرفتن که از 11 نفر کاهش بدن تعداد اعضای هیئت امنا رو فعلا به 7 نفر، بعد انشالله اگر 1000 نفر شخصیت حقیقی شدن یا بیشتر شدن، همیشه میتونه یه قانون دیگری بیاد بگن حالا بشه 9 نفر، 11 نفر، و یا حتی یه فرمولی بذاره که مثل کشورهای مختلف که برای مجلسشون اعضا تعداد انتخاب میکنن به اون صورت. حالا یکی این به تصویب رسید که از 11 تا بشه 7 تا. به دومیش هم اینه که حالا که یک سال خورده گذشته، این انتخابات هر 6 ماه به 6 ماه انتخاب بشه، این نقد دیگری بود که عزیزان از ما داشتن، آقای فروتن حالا چقدر انتخابات، هر 3 ماه به 3 ماه انتخابات. اصل مطلب نگاه نمی کردن که چرا دلیل 3 ماه به 3 ماه انتخابات بود. ولی الان که یک سال گذشته و الان که صداقت و شفافیت و مردم سالاری و سیستم دموکراتیک نهاد مردمی برای همه دیگه واضح هست، هیئت امنا این پیشنهاد رو قبول کردن که انتخابات هر 6 ماه به 6 ماه باشه، سر دوره انتخاباتی اعضا، یعنی هر عضوی که 6 ماه دوره خدمت داره، هر به 6 ماه به 6 ماه هم انتخابات باشه برای 7 نفر. ولی سوالی که اینجا پیش اومد و بررسی شد این که خب حالا 11 نفری که الان داریم چگونه بشه 7 تا؟ این 11 نفر چگونه بشن 7 نفر؟ خب به من میگن وقتمون داره کم تمام، اجازه بدید شو د کامپیوتر. این طرحی است که 4 پیشنهاد اومد برای هیئت امنا که یکی از این 4 تا انجام بشه. طرح نخست این بود که این انتخاباتی که 2 هفته دیگه قرار انجام بشه و 4 تا کرسی هیئت امنا که مربوط به انتخابات است، با که مربوط به پایان خدمت آقایان دکتر کیانزاد، آریا قجر، دکتر فروتن و دکتر کریمی است، اینا برگزار نشه، این 4 نفر عضو هیئت امنا نباشن، هیئت امنا با اون 7 نفر دیگری که در اون میمونن کار بکنن تا 3 ماه آینده که انتخابات بعدی است، در اون 3 ماه آینده 7 نفر فقط کرسی 7 کرسی باشه که انتخاب بشه. این طرح نخست بود. طرح دوم بود که پله‌ای بریم پایین، یعنی در این انتخابات پیش رو که بعد 2 هفته دیگه انجام میشد، به جایی که 4 تا کرسی خالی باشه فقط 2 تا کرسی خالی باشه، و بعد که این تعداد اعضای هیئت امنا رو میکنه 9 نفر، از 11 نفر میکنه به 9 نفر، بعد 3 ماه دیگه فقط برای 7 نفر کرسی خالی اون موقع انتخابات انجام بشه. طرح سوم این بود که در این انتخاباتی که قرار چند روز دیگه انجام بشه فقط 7 کرسی باشه و همه اعضا، همه 11 نفر بیان سپلیت سکرین، همه اعضای هیئت امنا بیان و استعفا بدن تا یکی دو هفته دیگه هر 11 نفر بگن حالا یه ما دیگه
ما دوباره ما و اشخاص دیگری هر کسی که بخواد بیایم و رأی گیری بکنیم برای 7 نفر. طرح چهارم این بود که این انتخابات پیش رویی که قرار 2 هفته دیگه واسه این 4 کرسی انجام بشه، این به عقب بیفته برای 3 ماه و این 4 کرسی دکتر کیانزاد و قجر و فروتن کریمی 3 ماه به دوره 6 ماهشون اضافه بشه که خلایی در این کار پیش نیاد و ما مجبور نشیم 2 تا انتخابات داشته باشیم که الان توضیح میدم تا 3 ماه دیگه بر فقط 7 تا کرسی باشه. از این 4 تا تر بعد بررسی شد که کدوم به نفع نهاد هست. تصمیم گرفتیم که در این زمانی که تو ایران دارن بمب میزنن و سازمان ملل و تمام شلوغی ایران هست، هیچ صلاح نیست که نهاد مردمی مجبور بشه 2 تا انتخابات پشت سر هم داشته باشه، چون یه انتخابات رأی گیری باید باشه که شخصیت حقیقی این پیشنهادات آیین‌نامه رو تصویب بکنن. بعد اگه قرار بشه این 3 هفته طول بکشه، باز دوباره بگیم حالا یه انتخابات دیگه برای هیئت امنا بذاریم، مردم واقعا کفرشون در میاد و حق هم دارن، میگن تو این شلوغی اینا دارن انتخابات میذارن. بنابراین گفتیم که یکی از این 2 تا کار رو انتخاب بکنیم که انتخابات هیئت امنا لازم نباشه، یعنی یا این 4 نفری که خدمتشون تموم میشه همین در روزی خدمتشون تموم بشه و 3 ماه دیگه نباشن، دوم اینکه این 4 نفر بیان و 3 ماه به خدمت 6 ماهشون اضافه بشه 9 ماه که این هیئت امنا به این صورت پیش بره. ولی البته بین الان تا 3 ماه دیگه اگه کسی استعفا داد و نخواست کار بکنه دیگه انتخاباتی برگزار نخواهد شد که این کاهش به طور طبیعی هم انجام بگیره. این طرح 4 مورد تصویب هیئت امنا قرار گرفت به خاطر اینکه گفتن چند نفر از این اعضای 4 نفری که دوره خدمتشون تموم میشه اینا کسانی هستن که تمام جلسات رو میان، تمام جلسات رو صحبت میکنن، ولی در نهایت تصمیم مردم ایران هست و اعضای شخصیت حقیقی نهاد مردمی. در رابطه با شورای دوران گذار هم پیشنهادات دقیقی هست که به رأی گذاشته خواهد شد. اینه که هر کسی دلش بخواد یه گروه چند نفره، مثلا 9 نفره به عنوان گروه ناظر انتخاب خواهد شد، درش افراد مستعار میتونن بیان، درش افراد حقیقی میتونن رأی بدن و یا عضو بشن و رأی میدن. این گروه ناظر بعد میره از میان این 3000 خورده این افراد نهاد مردمی 5 نفر رو انتخاب میکنه، 3 نفر حقیقی، 2 نفر مستعار بشن هیئت مدیره شورای تدارکات دوران گذار که بعد اینها بیان گروه های تخصصی رو در رابطه با دوران گذار تشکیل بدن و این افرادی که در این گروه ها خواهند بود لازم نیست عضو نهاد باشن. از هر گروهی، از هر سازمانی، چه پشتیبان نهاد چه غیر پشتیبان نهاد، میتونن در این کار خدمت بکنن و کمک بکنن برای اینکه نهاد مردمی جایگاهی است برای آزادی و برای پشتیبانی از جنبش آزادی خواهانه مردم ایران برای برکناری مطلق و به دور انداختن جمهوری اسلامی و حمایت از استقرار حقوق بشر و دموکراسی در ایران. وقت برنامه من امروز به پایان رسیده. از شما درخواست میکنم برید و پیشنهادات رو بخونید و در 1-2 روز آینده هم آماده باشید که شخصیت های حقیقی برای رأی دادن که با این رأی خودتون در رو باز بکنید برای بیش از 3000 نفر اعضای نهاد مردمی که بتونن از حق رأی خودشون در ساختار نهاد مردمی استفاده بکنن. مطمئن باشید که ما پیروزیم چون حق با ماست و با هیچ کسی هم شوخی نداریم. شب و روز شما بخیر. خدا نگهدار. پاینده ایران. Good day, everybody. Bye-bye. آینده ایران در دستان شماست.